مروری بر سرفصل خبرها فارن آفرز پزشکیان می تواند آمریکایی ها را سورپرایز کند ایران در اوج نفوذ بین المللی قرار دارد و استراتژی شکست خورده اسرائیل ترمز نتانیاهو در خاور میانه کشیده می شود بسم الله الرحمن الرحیم فارن آفرز پزشکیان می تواند آمریکایی ها را سورپرایز کند ایران در اوج نفوذ بین المللی قرار دارد. نشریه آمریکایی میگوید پیروزی پزشکیان اهمیت چندانی برای آمریکا ندارد اما او میتواند آمریکایی ها را سورپرایز کند. فارن آفرز به قلم ولی نصر مشاور دولت اوباما و یک ایرانی تبار دیگر نوشت در انتخابات سال 2021 ایران ابراهیم رئیسی با کسب بیش از 70 درصد آرا در انتخاباتی که به دقت برگزار شده بود پیروز شد. در انتخابات مجلس هم محافظ کاران کنترل مجلس را در دست داشتند. اما بعد از سانهه سقوط بالگرد رئیس جمهور و هیئت همراه تحولات جدید به وقوع پیوست. برخلاف سال 2021، مسعود پزشکیان اصلاح طلب توانست در انتخابات ریاست جمهوری یک پیروزی راحت اگر نگوییم قاطع به دست آورد. این برد قافلگیر کننده بود. اکثر تحلیلگران انتظار داشتند که پیروزی یک محافظ کار تضمین شده باشد. با این حال برای بسیاری از ناظران پیروزی پزشکیان نتیجه چندانی ندارد. برای مثال وزارت امور خارجه آمریکا پیروزی او را بی اهمیت دانست و اعلام کرد هیچ چیز تغییر نکرده. به یک معنا این نتیجه گیری درست است. رهبر عالی ایران در بیشتر سیاست های داخلی و بین المللی حرف آخر را میزند و به نظر می رسد تعهد به آرمان های انقلاب حرف پایانی را میزند. علاوه بر این اصولگرایان همچنان قدرت قابل توجهی در پارلمان رسانه ها و نهادهای دولتی مختلف دارند. در نهایت به نظر می رسد رئیس جمهور آینده علاقه به تحول اساسی ندارد. برخلاف مقامات اصلاح طلب قبلی او متعهد به وفاداری به رهبری و دستور کار ایشان است و با این حال مورخان آینده ممکن است انتخابات 2024 را به عنوان لحظه ای یاد کنند که در آن تغییرات قاطعانه ای رخ داده نه به این دلیل که پزشکیان اصلاحات گسترده را دنبال کرد بلکه به این دلیل که تمایل به نسخه معتدل تری ایجاد کرده پزشکیان با دور شدن از اصلاحات رادیکال و آرمانگرایی انقلابی نشان داد که در ایران فضایی برای اعتلافی متشکل از اصلاح طلبان میان رو و محافظ کاران میان رو وجود دارد. اعتلافی که در حکمرانی عملگرایانه لنگر انداخته. پزشکیان در مبارزات انتخاباتی خود بر اصلاحات اجتماعی و اقتصادی کوچکی که برای بهبود زندگی روزمره مردم طراحی شده تمرکز کرد که اکثرشان قابل دستیابی هستند. تلاش او برای تجدید دیپلماسی با ایالات متحده دشوارتر خواهد بود اما او میتواند تواند حاکمیت را متقاعد کند که از مذاکرات حمایت کند و شاید حتی یک توافق هستهی متوسط را تایید کند به عبارت دیگر او میتواند تواند ایران را فراتر از نبردهای معمول که تاریخ بعد از انقلاب آن را مشخص کرده حرکت دهد ایران امروز در اوج نفوذ بین المللی خود قرار دارد این کشور و شبکه متحدان آن ترس و احترام تازه را در خاور میانه به ارمغان آورده مخالفت شدید تهران با اسرائیل در حال جلب حمایت سیاسی در سراسر منطقه است. برنامه هسته در گسترده ترین نقطه خود قرار دارد و دولت در حال ایجاد اتحاد با چین و روسیه برای مقابله با غرب است. با این حال برخی واقعیت های دیگر هم خود را نمایان می کند. اقتصاد این کشور در حال رکود و گرفتار تحریم های ایالات متحده است. استراتژی شکست خورده ی اسرائیل ترمز نتانیاهو در خاور میانه کشیده می شود؟ همزمان با ترور یحیی سنوار رهبر حماس گروهی از ناظران و حتی سیاستمداران اسرائیلی تصور می کنند در این رویارویی دست برتر را دارند این در حالی است که به باور بسیاری از تحلیلگران حماس جریان و جنبشی نیست که با ترور رهبرانش از میان برود حماس تفکری است که در قابش جانشینی و طرحهای مرتبط با آن به خوبی طراحی شده است فارنافرز با انتشار یادداشتی مدعی شد ترور یحیا سنوار رهبر حماس نقطه عطفی در جنگ اسرائیل و حماس و درگیری است که در مقیاس گسترده خاور میانه را درگیر کرده است با این همه بعد از ترور رهبر ارشد حماس این سوال به شکلی برجسته مطرح می شود که آیا حماس به پایان رسیده فارنافرز در پاسخ به این سوال مدعی است یکی از اهداف ادعایی اسرائیل پایان حماس است. این گونه اسرائیل به ادعای خود میتواند تواند توان بازدارندگیش را احیا کرده و امنیت شهروندانش را برقرار سازد. فارنافرز در ادامه این یادداشت مدعی شد توانایی نظامی حماس به واسطه یک سال جنگ آسیب دیده و تعداد زیادی از جنگ جویانش کشته شدند. به ادعای ناظران استراتژی مصطلح بریدن سر با هدف از میان بردن کادر رهبری و شکست یک گروه کارساز است با این همه به واسطه برخی تحقیقات این نتیجه حاصل شده که گروه هایی که با حسب و ترور رهبرانشان به پایان میرسند غالبا گروه های کوچک با ساختارهای سلسله مراتبی هستند که با شخصیت مشخص می شوند. این گروهها ها معمولا فاقد طرحی برای جانشینی هستند و به طور متوسط کمتر از ده سال فعالیت دارند. در این میان گروه های قدیمی تر و شبکه ای قادرند خود را دوباره سازماندهی کرده و زنده بمانند. حماس بقا را می داند. فارنافرز در ادامه یادداشت ادعاییش با استناد به گذاره های فوق مدعی شد به همین دلیل حماس کاندیدای مناسبی برای اجرای استراتژی قطع سر نیست. این گروه یک سازمان کاملا شبکه ای با دستور کار سیاسی است که به حمایت بین المللی وابسته است و آگاهانه برای مخاطبان بین المللی نقش آفرینی می کند. همچنین حماس یک گروه تثبیت شده با بیش از چهل سال قدمت است و دفاتری در خارج از غزه دارد که به بقای آن کمک می کند. این گروه از کمک های قابل توجه کشورهایی چون ایران برخوردار است. از همین رو با ترور رهبر ارشد آن این جریان متوقف نخواهد شد. به بیان ساده اسرائیل رهبر حماس را در غزه ترور کرده اما این گروه و برنامه سیاسی آن احتمالا زنده خواهند ماند. این نشریه در ادامه ادعایش آورد اگر حماس در برابر استراتژی بریدن سر آسیب پذیر بود احتمالا پیش از اینها باید شکست میخورد. اسرائیل چندین دهه است که رهبران حماس را هدف قرار می دهد. از ترور یحیی ایاش بومساز ارشد گروه حماس در سال 1996 گرفته تا احمد یاسین در سال 2004 بنیانگذار این گروه و جانشین او عبدالعزیز در سال 2004 که در این میان میتوان به ترور صالح الاروری، مروان ایسا، اسماعیل هنیه، محمد دیف و دیگر رهبران حماس هم اشاره کرد. اما این گروه از زمان تأسیس در سال 1987 تا دهه ها تسلیم این روی کرد نشده و اکنون هم چنین نخواهد کرد. حماس درس جانشینی را به خوبی می داند و همیشه جانشین ها برای اسرائیل خطرناکتر و رادیکال تر بودند. ترور بسیاری از رهبران حماس در سال گذشته جایگاه سنوار را در این گروه برجسته تر کرد و قدرت او را افزایش داد در این میان یکی از بخش های برجسته ترور اخیر نحوه انجامش بود. این بار رهبری حماس یعنی سنوار در یک درگیری معمولی ترور شد نه یک قتل هدفمند. این همان واقعیتی است که تصویر او را به عنوان یک مبارز شهید که در کنار سربازانش جان باخته درخشان خواهد کرد. برادر کوچکتر سنوار محمد ظاهرا آماده است تا نقش او را بازی کند. ممنونم از نگاهتان. خدا نگهدار.